شنوندگان عزیز رادیوی رایگان گرد با آرزوی بهترین ها برای شما، یک بار دیگه با مرداد بهپور محمدی کارشناس وسایل روستای ایران هستم در تعقیب بحثی که در جلسه پیش با آقای پیرامون موضوع برنج داشتیم. پرسش اینه که برنج با توجه به سطح زیر کشتی که در گفتگوی پیشی در جلسه صحبت کردید رو هم بیبایستی مثل چای از زمره تولیدات کشاورزی دونست که امروز شکل بیرویه ورود اون در شرایط اجتماعی اقتصادی ایران جایپایی داره یا این که نه هنوز واردات بیرویه برنج رو نمیشه گفت که در ایران دیده میشه؟ با سلام به شما امیر جواهری گرامی و عزیز و شنوندگان محترم رادیو راه کارگر، دقیقا همونطور که گفتید راجع به واردات بیرویه محصولات کشاورزی برنج هم در زمره این محصولات و کالاها قرار میگیره که به رغم این که شرایط میتونست هدایت بشه و جهت داده بشه به سمت اینکه این محصول حالا اگر نه در سطح خودکفایی که شاید اصلا خودکفایی هم به قول معروف مقوله چندان ضروری نباشه، ولی تا حدود زیادی نیاز کشور برای مصرف برنج داخل تامین بشه و نیاز به واردات بیرویه این محصول نباشه، در صورتی که بر اساس آمارهایی هم که موجود هست خود دستگاه هم کاملا مشخص هست که واردات برنج به صورت بیرویه و بیش از اندازه‌ای که نیاز هست صورت میگیره. حالا یه پرسش به پیش میاد، آیا این ورود بیرویه برنج تو شرایط اجتماعی ایران محصول چه چیزیه؟ آیا ما زمین نداریم؟ آیا بذر نداریم؟ آیا آب نداریم؟ آیا نیروی کاری لازم رو نداریم؟ یه اینکه نه، این هم مثل چای محصول یک سوداوری زاید الوصفیه که همون وسیله میشه یکی از عوامل ورود محسوب بشه و اون مافیا هم در اینجا عمل میکنه به نوعی. آیا برای این ورود بیرویه برنج دلیل خاصی میشناسید جدا از این بهانه‌ای که من برشمردم؟ نه، همونطور که شما گفتید بس همون هست و به هر صورت حکومت جمهوری اسلامی در فکر ملت و مردم که نیست و کسانی که حکومت رو در اختیار دارن در اندیشه چپاول و غارت این مردم بودند و هستند و این کار رو انجام هم دادن در محورهای مختلف و اینجا در مورد برنج هم همین کاملا مشاهده میشه که به هر صورت هم نیروی کار بوده و هم شرایطی که در طول سالهای گذشته در طول 30 سالی که 32 سالی که این حکومت مافیایی جمهوری اسلامی بر سر کار بوده مسائل مختلف رو میتونسته حل و فصل بکنه، از نظر نیروی کار مشکل خاصی نبوده، از نظر نهادها و اینها در یه حدی که به هر صورت بشود یه فعالیتی رو انجام داد. البته اون مسائل مشکلات در بخش دولتی بوده که اگر که نیاز باشه من میتونم اونجا رو اشاره بکنم، ولی دقیقا حرف شما درسته که اونچه که باعث این واردات بیرویه شده اون سودهای کلانی است که در واردات برنج برای دستاندارکاران حکومتی وجود داره. چه نیروی اجتماعی سوداوری رو پوشش میداد؟ اینجا هم دست سپاه و آقازاده ها و مافیای در واقع برنج خان عمل میکنه، آیا نسبت به اون هم شکل آماری و همین که ترسیم نیرویی که در ورود برنج سب دارن در دیگاه شما جای خاصی داری یا نه؟ به طور کلی اصلا بزرگترین وارد کننده برنج خود حکومت بوده، این در طول این سالها معمولا به جز این چند سال اخیر از سال میشه گفت که تقریبا انتهای سال 86 به این طرف که وزیر بازرگانی حکومت جمهوری اسلامی اطلاع داد که واردات برنج رو ما به بخش خصوصی واگذار میکنیم، در سالهای پیشینش واردات برنج به صورت عمده در اختیار حکومت بوده و مسائل متنوعی هم در اثر همین به وجود آمده بود. بعد در پایان سال 75 اینجا آمدن و یک مقدار برنامه‌ریزی رو عوض کردن تا این سال 90% واردات برنج توسط دولت انجام میشد، مابقیش به وسیله ارگان‌های مثل بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان جانبازان، اتحادیه مرکزی تعاونی‌های مصرف کارگران ایران امکان و تعاونی مصرف کارکنان شرکت بازرگانی دولتی که اون هم وابسته به وزارت بازرگانی هست و در کنار اینها تعاونی‌های مرزنشینان هم واردات برنج رو انجام می‌دادن. از ابتدای سال 76 واردات برنج به طور کامل به عهده دولت واگذار شد و در اختیار دولت قرار گرفت تا
سال 86 که من ابتدای صحبتم گفتم که در انتهای این سال از واگذاری واردات برنج به بخش خصوصی خبر داده شد. یعنی در واقع شما میبینید که حکومت اینجا خودش وارد کننده اصلی بوده و در یک طرف قضیه سودهای کلانی میبینید که حکومت برنج رو به تو عمده در اون سالهای اولی هم از کشور تایلند و اون طرف جنوب شرقی آسیا خریداری میکردن با قیمتهای بسیار بسیار پایین و میآوردن به چند برابر قیمت اینا رو از طریق شبکه های توزیع و کوپن هایی که اعلام میکردند توزیع میکردن با قیمتهای مناسب و در اینها باز تأکید میکنم که سودهای کلانی برای حکومت وجود داشته و از سوی ضرری هم برای ملت داشته که میبایستی که در ازای این واردات برنج مقادیری به هر صورت مالیات و عوارض گمرکی اینجا ستانده بشه که این کار اصلا انجام نمیشد و حتی واردات برنج توسط تابانی های مرزنشینان هم از معافیت 50% برخوردار بود و من به طور مثال میتونم به سال 85 اشاره بکنم که در سال 85 عمده‌ترین وارد کننده برنج شرکت مادر بازرگانی دولتی ایران بوده با واردات مقدار 758,000 تن و سهم این شرکت از کل واردات برنج در اون سال به لحاظ وزن 66.6% بوده. پس از اون شرکت های تعاونی مرزنشینان بودن که واردات اونها در سال 85 376,000 تن بوده که 33% برنج وارداتی رو تشکیل میدن. بنابراین سهم این شرکت بازرگانی دولتی و تعاونی های مرزنشین از کل برنج وارداتی کشور 99.6% بوده و سهم اشخاص حقیقی و حقوقی تنها 0.4%. و این بایست که حتما من بیان بکنم در ارتباط با همون اخذ عوارض گمرکی که از کل برنج وارداتی در سال 85 66.6%ش با تعرفه 4% وارد کشور شده. یه موضوع بسیار مهمی که گاه حکومت اشاره میکنه که ما برای واردات برنج یا اشاره میکرده قبلا که ما برای واردات برنج فلان قدر تعرفه تعیین کردیم و این رو ابلاغ میکردن به دستگاه های اجرایی، در حقیقت شامل حال خود حکومت نمیشده و خود دستگاه حکومتی این تعرفه ها رو پرداخت نمیکرده و در همون سال 85 فقط 0.4% از کل واردات برنج حقوقی حقوق ورودی 150% رو پرداخت کردن. حالا که پرسش اساسی پیش میاد در قبال این حد از ورود برنج به داخل کشوری به بازار مصرف، چه ضرر زیادی متوجه تولید ملی میشه و چه حد کشاورزان در ارتباط با ورود برنج ضرر و زیان میبینن؟ آیا اینجا میشه با بررسی آواری به این پرسش پاسخ داد یا اینکه میشه همینطوری خیلی عمومی صحبت کرد؟ به طور کلی همونطور که من دفعه قبل هم گفتم، همیشه واردات بی‌رویه عوارض متعددی بر بخش تولید داره که از جمله اینها به هر صورت وقتی که بهره برداران و شالیکاران در بخش کشاورزی اقدام به کشت این محصول میکنن برنامه‌ریزی برای خودشون دارن و من قبلا هم چند بار این رو عنوان کردم که کشاورزی هم به هر صورتی که ضمن اینکه حالا فعالیتی هست که تأمین غذای مورد نیاز جامعه از این طریق انجام میشه، در این حال فعالیتی اقتصادی هست و نیاز به این هست که مبالغ سود هم برای افرادی که به این فعالیت ها دست میزنن در بر داشته باشه. چنانچه این عمل انجام نشه، انتظار منطقی این هست که این فعالیت ها به رکود کشیده بشه و از حجم این فعالیت ها کاسته بشه و همین اتفاق هم به طور معمول افتاده. آمارهایی که ما داریم در سالهای مختلف نشون دهنده این هست که به طور مثال شما در سالهایی که مقدار واردات کمتر بوده، برنج داخلی سال بعدش رشد مناسبی داشته، چون به هر صورت کشاورز با توجه به شرایط تجاربی که دارن در اون سال وقتی که با قیمت مناسب تر یا با شرایط بهتر قادر به فروش برنج خودشون میشن برای سال بعد، چون این شرایطی رو در نظر میگیرن و بر مبنای اون اقدام به برنامه‌ریزی و آغاز فعالیت میکنن. من مثلا میتونم مثال بزنم که شما در سال فرض 66 مثلا 807
هزار تن واردات برنج ما داشتیم و در اینجا شلتوکی که تولید شده در داخل کشور 1,803,282 تن هست. با توجه به اینکه در سال 66 نسبت به سال قبل سال 65 یه چیزی شاید به اندازه 400 هزار تن یا 300 خورده هزار تن ما افزایش واردات برنج به کشور داریم، این بر بازار برنج داخل تأثیر گذاشته. در سال بعد که سال 1367 هست، به رغم اینکه واردات هم کاهش داشته، سطح تولید شلتوک در داخل کشور پایین آمده و از 1,800,000 تن میرسه به 1,400,000 تن. در نتیجه دقیقاً این حرف شما درست هست، وارداتی که داخل کشور میشه بازار رو تحت تاثیر قرار میده و شرایط فروش محصول کشاورز رو تحت تاثیر قرار میده و اون باعث میشه که ما تولید شلتوک و تولید برنج سفیدمون هم در داخل کشور پایین بیاد. خب حالا این سوال پیش بیاد، در قبال این تأثیری که ورود بیروی برنج روی تولید داخلی داره، برآمد نیروی انسانی در واقع به جاونده از این کاهش تولید داخلی، این مردم کجا میره؟ روستایی چیکار میکنه؟ روستایی کجا میره؟ بعد نیروی جوان روستایی، دختر کار جوان روستایی که روی زمین در واقع در بخته نشوندن بذر مادرانشون به عنوان یک نیروی بزرگ کار عمل میکنن، وقتی که تولید نمیشه در اونها جوانان روستایی نیروی کاری روی زمین، اینا کجا میرن؟ چیکار میکنن اینا؟ چگونه اینا گذار به زندگی میکنن وقتی که نیروی ورود برنج به این شکل بیرویه در مقابل اینها خود دوایی میکنه؟ به طور طبیعی وقتی که این شرایطی پیش میاد، من در یک نوشته هم در مورد نقش زنان در تولید برنج این موضوع رو یادآور شدم که با توجه به شرایطی که در سطح روستا پیش میاد و این بهره برداران متوجه میشن که سود تضمین شده در این کار وجود نداره و ریسک کار بالا میره، شرایط نامساعدی برای کار پیش میاد، به طور طبیعی ماندگاری به خصوص جوانان در اون محیط کم میشه و بیشتر بخش جذب های دیگری از اقتصاد میشن، مثل بخش های صنعت و یا بخش های دیگر حتی مثل خدمات و یا آموزش، و یک مهاجرت گسترده ای رو شما در مناطق زیر کشت شالی، در اون مناطقی که شالی خیز هستن و تولید کننده عمده برنج هستن در کشور میتونید مشاهده بکنید. و من اتفاقا این که گفتید، حالا اگر که شما اجازه بدید من حتی یه چیز خاطری رو بگم که با روسر خیلی خوب اتفاقا تو کمک میکنه به پروسه بحثمون و به روشنگری بیفزاید. بفرمید. من در مازندران یک زمانی به یک مزرعه مراجعه کردم، دیدم که شخصی که بهره بردار بود دیگه در اونجا نیست. اونجا پرسجو کردم، گفتن که ایشون رفته و این چون که این شرایط نامساعدی در اینجا بوده و نمیتونسته که به هر صورت اون سطح از زندگی رو که میبایست بتونه تأمین بکنه اون رو انجام بده، رفته به شهر کاشان و داره در کارخانه های ریسندگی و بافندگی که در اونجا هست این اونجا زندگی میکنه و فعالیت میکنه. به هر صورت اینها یک واقعیت هایی هست که ضمن این که گفته و شنیده هم میشه در عمل اتفاق میفته. یعنی اینطور نیست که وقتی ما صحبت میکنیم از این که این عوارض واردات بیرویه که در حکومت جمهوری اسلامی انجام میشه چون شرایطی برای روستایی و بخش کشاورزی ما به وجود میاره، این صرفا یک حرفی نیست که از سر مثلا عناد با اون حکومت بخواد گفته بشه، و در واقع این انجام میشه و متاسفانه این مهاجرت ها هم به جهت اینکه بسیاری از اوقات حساب شده و برنامه ریزی شده هم نیست، افرادی که از این محیط روستایی کنده میشن ناچار به اقامت در حاشیه شهرهای بزرگ میشن و در اونجا هم گرفتار مسائل مشکلاتی میشن و هم مسائل مشکلاتی به جامعه شهری تحمیل میکنن. خب واقعیت مسئله اینه که بحث حاشیه نشینی و کوچه بیرویه خود روستایان هم به دلیلی که دیگه تولیدی نبوده و وجود نیروی کار در روستا بی‌معناست، گسترده ترین سطح
خبری رو پوشش میده در عرصه مشکلاتی که تو شرایط اجتماعی ایران هست. امروز مثلا خود خوشحالی مسئله کمبود آب هم یکی از فرایندهایی که در همین دشواری‌های موضوع مسائل روستاییان ایران جزو خبرهای پرشماره که آدم میتونه ببینه. خب الان شما مسئله برنج رو و ورود بی‌رویه‌اش رو تا حد زیادی توضیح دادید. یه پرسش دیگری باقی میمونه، آیا اون نقش در واقع واسطه ها و دلال هایی که در گذشته بین کشاورز و بازار عمل میکردن با ورود بی‌رویه برنج، آیا اونها هم توی سطح شهرهای کشور بین در واقع وارد کننده و مصرف کننده عمل میکنن یا اینکه نه این واسطه توی این میانه هست؟ اطلاعی دارید؟ بعد اینها هنوز هم هستن، یعنی واسطه ها به هر صورت همیشه در بازار محصولات کشاورزی ما وجود دارن و یه تعدادی هم هستن که به هر صورت خیلی در سطح بالا هستن و میشه گفت که شاید چند صد نفر هستن اینها که مثلا شاید تمام بازار محصول کشاورزی در کل کشور در اختیار خودشون دارن و باز پایین تر همینجور شما در سطح استانها و شهرها افرادی رو میبینید که این کار واسطه‌گری رو انجام میدن و اینها چون که همیشه به هر صورت واسطه ها منافع خودشون رو دارن و منفعت میبرن و سود میکنن، بهره بردار و تولید کننده است که ضرر میکنه. بنابر این واسطه از بین نمیره با توجه به بافت حکومتی جمهوری اسلامی و روابطی که در اون حکومت وجود داره. این واسطه ها که بسیار از اینها هم عوامل حکومتی هستن خودشون در این وجود دارن و به خصوص وقتی که واردات بی رویه محصولات کشاورزی مثل برنج انجام میشه، این شرایط بیشتر به نفع واسطه ها میشه. من یادم میاد که زمانی با یک کشاورز صحبت میکردم، ایشون به من گفت که من برنج خودم رو چند روز پس از برداشت که مثلا به قول معروف اینها رو چیز کردم، آماده کردم، اینها رو فروختم به یک فردی اینها. بعد بهش گفتم خیلی به سرعت شما تونستی اقدام بکنی با توجه به اینکه یک تعدادی از روستایی ها هنوز در اندیشه این هستن که چه بکنند و به هر صورت با توجه به بازاری که وجود داره و شرط نامساعد اینها الان مردد هستن که این رو بفروشن با این شرایط یا اینکه صبر بکنن شاید قیمت بالا بره. ایشون به من گفت که من هم که این فروختم برای آخر بهار سال بعد، من یعنی شما فرض کنید که 9 ماه بعد و برای اون زمان من چک گرفتم که برم پول خودم رو بگیرم. یعنی وقتی که یک واردات بی‌رویه‌ای هست در کشور و محصولات کشاورزی که قابلیت تولید داره و حکومت میتونه با حمایت مناسب از تولید این هم به نفع مصرف کننده و هم به نفع تولید کننده حرکت بکنه و منافع این دو رو تأمین بکنه و این رو انجام نمیده، شما میبینید که محصولی رو میفروشید و ممکنه که اصلا به اون زمان که میرسه هیچ پولی هم در کار نباشه، که کمان که از این اتفاقات هم متاسفانه افتاده. با این توضیحات به عنوان آخری پرسش، فکر میکنید که تا گفته های دیگری روی محصول برنج و شکل بی‌رویه واردات اون برای در بازار ایران هست یا نه؟ به عنوان آخری پرسش من یه نکته اشاره بکنم اینجا که به طور کلی مسئله مهمی که اصلا تو واردات برنج وجود داره از نظر دستندرکاران این هست که این واردات بی‌رویه و بیش از نیاز کشوره و یکی این که توزیع برنج های وارداتی اغلب نابهنگامه و بیشتر در موقع برداشت محصول انجام میشه و دیگری این که پایین بودن تعرفه واردات. و البته من توضیح دادم که این تعرفه واردات نه تنها میبایست که مناسب باشه بلکه میبایست که اعمال هم بشه به جهت این فسادی که در دستگاه های اداری و اجرایی حکومت جمهوری اسلامی وجود داره. این تا به حال انجام نشد متأسفانه و بعیدم به نظر میاد که از این پس یه همچین اتفاقی بیفته و در این صورت همونطور که تا به حال بوده هم تولید کننده و هم مصرف کننده هر دو زیان میبینن و خسارت میبینن. و من باز هم تکرار میکنم که با توجه به سود سرشاری که وجود داره،
حالا به هر صورت این قرار بود سوال پایانی باشه. اگر که شما بخواید من میتونم برای نوبت دیگه اینها رو توضیح بدم که سودهای سرشاری که در برنج تو در واردات برنج وجود داره، این روند متوقف نمیشه متاسفانه. خب به ترتیب من از شما سپاسگزارم و امیدوارم که باز هم بتونیم در باب برنج مسئله سود سرشار حاصل از اون نوبت بعدی با هم گفتگو داشته باشیم. با سپاس از شما امیر جواهری گرامی و شنوندگان محترم رادیو راه کارگر.